به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. بازداشت نزدیک به 400 نفر در فرانسه. وزیر دادگستری از برگزاری دادگاه‌های خارج از نوبت خبر داد. آیا اتحاد چپ و راست دوره ریاست مکرون را کوتاه‌تر می‌کند؟ واکنش ایران به انتشار خبر آزمایش موشکیش توسط آمریکا. تهران میگوید هیچ قطعنامه‌ای در شورای امنیت برنامه موشکی را ممنوع نکرده. در بخش صد زن این برنامه، شبکه‌های اجتماعی در تسخیر زنان هنرمند و کارآفرین. آمارها از کسب و کار 224 میلیون زن در جهان حکایت دارد. نوازنده خیابانی که با پیانو بزرگ شد. نوای موسیقی نرگس جاجرمی از کوچه‌های تهران تا خیابان‌های کالیفرنیا. سلام، به این برنامه خوش آمدید. من نگین شراغایی هستم. اعتراض‌های فرانسه نه تنها تمام نشده، بلکه قرار است که هفته دیگر هم ادامه پیدا کند. 372 نفر دستگیر شدند. شیشه مغازه‌ها شکسته شد و گاز اشک‌آور شلیک شد. در نزدیک به سه هفته‌ای که این اعتراض‌ها آغاز شده، 3 نفر کشته شدند. برای اولین بار معترضان در شعارهایشان حالا تقاضای کناره‌گیری امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه را دارند. جلیق زردها که این اعتراض‌ها را به راه انداختند، به بالا رفتن مالیات بنزین و هزینه‌های زندگی اعتراض دارند و سیاست‌های اقتصادی آقای مکرون رو دلیل مشکلاتشون می‌دونند. اما رئیس جمهوری فرانسه میگوید که این تغییرات برای مبارزه با گرمایش جهانی ضروری است. درباره این اعتراض‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مسعود آذر. شانزلیزه این روزها بوی دود می‌دهد و آتش. آنچه چشم‌ها را به این خیابان خیره کرده، زرق و برق مغازه‌ها نیست. خشم جلیق زرد هاست. دیروز روز سیاهی بود. ماشین‌ها سوختند، مغازه‌ها غارت شدند و پلیس گاز اشک‌آور شلیک کرد. سخنگوی دولت فرانسه گفته اتفاق‌های دیروز در یک دهه گذشته کم سابقه بوده. معترضان حدود سه هفته است که روزهای تعطیل این خیابان را قرق کردند. اما دیروز اوضاع از کنترل خارج شد و خیابان صحنه زد و خورد پلیس و معترضان شد. اعتراض‌ها به افزایش قیمت سوخت بود و حالا به افزایش هزینه‌های زندگی و مالیات‌ها کشیده شده. و لیون و چند شهر دیگر فرانسه هم به این اعتراض‌ها پیوستند. امانوئل مکرون که برای شرکت در نشست گروه 20 به آرژانتین رفته بود، به پاریس برگشته. ابتدا سری به محل اعتراض‌ها زد و از طاق نصرت یا طاق پیروزی بازدید کرد. همزمان با این بازدید، معترضانی جمع شدند و او را هو کردند و از او خواستند استعفا بدهد. فکر می‌کنم مشکل ما اینه که مکرون فقط قدرت رو دوست داره. می‌خواد رئیس باشه. فقط پولدارها رو دوست داره و اهمیتی به فقرا نمیده. من موافق خراب کردن اماکن و طاق پیروزی نیستم، اما مقصر این اوضاع مکرونه. آقای مکرون با مقام‌های امنیتی و شماری از اعضای کابینه‌اش جلسه اضطراری تشکیل داده و با آنها صحبت کرد. او حمله به پلیس و غارت مغازه‌ها را محکوم کرده و گفته این رفتارها هیچ توجیهی ندارد. احتمال داده می شود که وضعیت اضطراری در کشور اعلام شود. مخالفان رئیس جمهوری فرانسه از احزاب چپ گرفته تا دست راستی ها از اعتراض ها حمایت می کنند و می گویند مقصر اصلی دولت است و برای آرام کردن اوضاع از آقای مکرون خواستند که پای میز مذاکره بیاید. فعلا جرقه ای که جلیق زرد ها زدند دامن شانزلیزه را گرفته و آتش خشم آنها ممکن است سراسری شود. خیابان‌ها از آنچه دیروز رخ داد پاک می‌شود، اما در ذهن‌ها می‌ماند. مسعود آذر، بی بی سی. رامین پرهام نویسنده از پاریس همراه ماست و امین بزرگیان نویسنده و جامعه شناس از استراسبورگ باز هم در فرانسه. آقای بزرگیان، می‌خوام از شما شروع بکنم. به نظر شما الان اگه آقای مکرون بیاد بگه که
مالیات سوخ رو کاهش میده و برمیگردونه به حالت اول، اعتراض ها تمام میشه؟ قطعا نه، فکر میکنم نه. حداقل اگر اعتراض ها در خیابان شانزلیزه تموم بشه، خود پدیده اعتراض از بین نخواهد رفت. مشکلی که هست این است که وقتی این اتفاق در شانزلیزه، یعنی ویترین فرانسه، افتاده، رسانه ها، بلخص رسانه های ما، به این مسئله توجه کردن. نکته مهم این هست که اصلا چیز عجیبی نیست. این اعتراضات چیز جدیدی نیست. هر روزه در گوشه و کنار فرانسه این جنگ بین مردم، کسانی که خواهان زندگی هستند و پلیس برقراره. این مسئله امروز یا دیروز نیست. اتفاقی که افتاده، این خشونتی که حالا در تصاویر تلویزیونی مدام نمایش داده میشه، در واقع این توهم رو ایجاد کرده که ما با یک چیز تازه‌ای روبرو هستیم. خب خواستشون چیه آقای بزرگان به دید شما؟ ببین، خواسته به فرانسوی یک کلمه‌ای دارن به نام ملز، که در عبارت اون کتاب فروید هم هست، تمدن و ناخرسندیش. این ملز یعنی همین ناخرسندی. جامعه فرانسه نسبت به وضعیت زندگیش ناخرسنده. اشتباهی که صورت میگیره این است که میگوین این تجمعات کار چپ یا راست یا میان. این تجمعات از دل زندگی روزمره مردم در اومده. خشونتی که هر روزه در خلال زندگی روزمره این مردم تحمل میکنن در سطوح مختلف و در شکلها و ارکان مختلف، این خشونتی که امروز می‌بینیم و بولد میشه، پاسخی است یا عکس العمل است یا واکنشی است به این خشونت هر روزه که در زندگی‌هاشون تجربه می‌کنن، در سر کارشون، در مدرسه‌شون. به عنوان مثال من میگم، شما در این 40 سال اخیر که نئولیبرالیسم، یعنی همون سرمایه‌داری خشونتگرا یا سرمایه‌داری خشن، سر کار اومده، آمار رو نگاه بکنید که در این 40 ساله چه تعداد کارمند در فرانسه، از معلم گرفته تا پرستار تا حتی پلیس، خودکشی کردن. بله آقای بزرگان، میخوام بگم اگر کوتاه این بحث رو ببندیم، برای اینکه میخوام از آقای پرهام هم همین سوال رو بپرسم. بله، این اتفاقاتی افتاده، مسائلی پیش اومده، این ملزی وجود داره، ناخرسندی وجود داره، مردم رو یک جا جمع کرده، حالا در گروه های مختلف هم به این مردم پیوستن. ما اگر بخوایم در مورد وضعیت صحبت بکنیم، اتفاقی که افتاده، ما نباید نگاهمون به این خیابون شانزلیزه یا این خشونت، خشونتی است که اولا هر روزه در حال مشاهده هستیم. این جنگ و نزاع در جاهای مختلف فرانسه، در جاهای مختلف اروپا هست، اما شاید رسانه‌ای نشه. صحیح. و دوم اینکه ریشه در زندگی روزمره افراد داره. آقای پرهام، نظر شما چه هست؟ ببینید، یکی دو نکته حداقل در گفته های مهمان شما بود که صحت نداره. یعنی ما هر روزه در فرانسه شاهد صحنه هایی که این شنبه دیروز و شنبه پیش مشاهده کردیم نیستیم. این صحت نداره. و اینکه نئولیبرالیسم سرمایه‌داری خشونتگراست، این یه نوع ابداع واژگانی و مفهومی است که مسئولیتش با گوینده است. سرمایه‌داری خشونتگرا باید توضیح بدن که منظورشون چیست. دقیقاً. و حالا بذارید وارد خیلی بحث فلسفی ماجرا و چیز نشیم. بذارید میخوام ببینم از دیدگاه شما، خواسته کسانی که الان در خیابون هستن چه هست و چه کاری آقای مکرون بکنه اونها آرام میشن. اینکه چه جوری آرام بشن، اینو بهترین ناظران فرانسوی هم نخواهند تونست دقیقاً و با اطمینان خاطر به شما بگن که یقیناً اگر چنین سیاستی اتخاذ بشود یا مالیات در فلان زمینه فلان تغییر بهش داده بشه، یقیناً این ناآرامی ها کاهش پیدا خواهد کرد. اینو از پیش نمیشه گفت، ولی چند نکته اینجا میشه بهش اشاره کرد. یکی اینکه اولا سوسیال دموکراسی و دموکراسی به طور کلی و سوسیال دموکراسی به طور اخص، نظام سیاسی اجتماعی مالیاتی و که از بعد از جنگ جهانی دوم به این برقرار شده در کشورهای صنعتی باثبات غربی، این با تناقضات بنیادینی دست و پنجه نرم میکنه که این تناقضات الان به یک نقطه عطفی رسیدن، چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه اقتصادی.
نمونه هاش رو هم در کشورهای دیگه میبینید. مثلا در ایتالیا چهره شاخص سیاست امروز در ایتالیا ماتئو سالوینیه، یا در اروپای مرکزی چهره شاخص اوربانه، یا در آلمان نفوذ احزاب و احزاب رسندگی‌های چپ در بزرگترین اقتصاد صنعتی اروپا و دومین اقتصاد بزرگ صنعتی دنیا، دومین یا سومین، در آلمان نفوذ احزاب چپ در سندیکاهای صنعتی رو به کاهش و رای گیری پس از رای گیری نفوذ احزاب چپ در میان رای دهندگان رو به کاهشه. همین رو در پدیده برگزیت ما در انگلستان دیدیم. یعنی اینکه دقیقاً ولی دارید چیزهایی رو با هم مقایسه میکنید که الزاماً از یک خاستگاه مشترک نمیان، انقدر عوامل مختلف درش درگیر هست. اما بذارید همین حرف شما رو میخوام از آقای بزرگیان بپرسم، اگه کوتاه جواب بدید آقای بزرگیان. نکته اینه که در این اعتراضات خاص الان فرانسه، چپ و راست، کسانی که به شدت چپ یا به شدت راست هستند، نمیخوام از واژه افراطی استفاده کنم، گروه هایی که در انتهای اسپکتروم قرار میگیرن با هم همگام و هم کلام شدن. چرا این اتفاق افتاده؟ آیا اعتراض مشترکی دارن یا خواسته مشترکی دارن یا فقط ضدیت با آقای مکرونه؟ این صدای همگان که شنیده میشه، حالا ما نامگذاری میکنیم، میگیم مثلا چپهای افراطی و راستهای افراطی دارن با همدیگه یک برنامه رو تشکیل دادن، در واقع اینجوری نیست. ما از این زاویه نباید نگاه بکنیم، از این زاویه باید نگاه بکنیم که یک اعتراض همگانی، یک نارضایتی عمومی از وضعیتی وجود داره که این وضعیت هم شامل احزاب سوسیال دموکراسی اولان میشه، هم شامل احزاب دستراسی رئیس جمهور سارکوزی میشه، و هم شامل راست افراطی لوپن، و هم این چطور گاو پلنگی که امکنون سر کاره، یعنی مکرون. عکس العمل ها به وضعیته. وقتی شما وضعیت رو ناگوار میبینید، تمامی افرادی که در این وضعیت یک جوری تحت ستم هستند، تحت فشار و اجبار هستند، صداشون در میاد. این یک کلیتی میسازه که این کلیت ما رو به این به قول معروف مسئله میکشونه که گویا یک چیز مشترکی وجود داره. پیدا کردن اون چیز مشترک، پیدا کردن اون مسئله‌ای که به قول معروف وضعیت رو ایجاد کرده، همون چیزی است که بین تمامی این گروه ها مشترک. و هم این همون نئولیبرالیزمه. نئولیبرالیزم در واقع چیزی نیست جز تقدم بخشیدن به بازار آزاد در هر چیزی، جامعه مدنی. شما در احزاب سوسیال حزب سوسیال دموکراسی در فرانسه به اندازه احزاب دست راستی در این ایدئولوژی سهیم بوده و تقویتش کرده، و همینطور که می‌بینیم مکرون لیست بلند بالایی هست از اعتراضاتی که در واقع خواسته هایی که این گروه های جلیق زرد مطرح کردن. شما این لیست رو نگاه میکنید، اگر خیلی کوتاه در یک جمله بگید. بله، من این وقتی این لیست رو نگاه میکنید، میبینید که اتفاقا خواسته ها داره هجوم میبره و حمله میکنه به دست راستی ها. مثلا مسئله پناهندگان رو ایجاد میکنه، مطرح میکنه، و مهاجران، و اینکه چرا پناهندگان و مهاجران رو اینقدر تحت فشار قرار میدید. در مورد این صحبت میکنه که افرادی که مسکن ثابت ندارن باید به صفر برسن. گفته حقوق کارگران خارجی باید با حقوق کارگران فرانسه برابری باشه. یعنی حملاتی که وجود داره حمله است به کلن دستگاهی که این سیستم رو اداره میکنه و مشترک بین تمامی احزابی که در فرانسه و در اروپا امروز مشغول هستن و مدیریت میکنه. بله، ممنونم. این نکته اصلی است. بله آقای پرهام، میخوام نظر شما رو بشنوم که الان شعاری که شنیده میشه کنارگیری آقای مکرون هست. خانم لوپن میگن که بیایید به خیابون شنبه دیگه شرکت بکنید. فکر میکنید که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چقدر این حمایت وجود داره از حزب خانم لوپن یا حزبهای دیگری که دعوت کردن که تظاهراتی برگزار بشه؟ ببینید، بازم تکرار میکنم، این که 7 روز دیگه چه اتفاقی دقیقا در پاریس بیفته، این پیشبینیش کار ساده نیست. ولی اون چیزی که هست اینه که یکی از ویژگی های این حرکات، تحرکات جنبش اجتماعی سیاسی که در فرانسه شاهدش هستیم، همونطور که گفتم در برگزیت از طریق صندوق رأی شاهدش بودیم، در آلمان 3 ماه پیش تجمعاتی که در کمنیتس شد، در شرق آلمان، در قلب پروس شد،
اینها بیانگر چند پدیده اساسی هستند که گذرا هم نیستند، ماندنی هستند. و اون اینه که نمونهش و معادلش در آمریکا هم شاهد بودیم. یعنی و اون اینه که ببینید چپ سنتی کشورهای سنتی غربی که در قرن 19 هم شکل میگیره، تکوین پیدا میکنه در قرن 20 هم، این چپ دیگه ربطی به واقعیت‌های امروز و اون خاستگاه سنتی اجتماعی چپ نداره. چپ امروز چپ قشر مرفهه. نمونهش رو در ایران هم میبینید، مثلا اصلاح طلبان که چپ اسلامی، چپ شیعه است، 20 ساله که از زمان خاتمی به این طرف خودشون بارها گفتن که از جامعه بریدن و نظری پردازان و نمایندگان قشر مرفه هستن. یه خورده مدل فکر کنم از بحث دور بشیم. من مشخصا سوالم از شما این، اگر در دو جمله به من بگید که واقعا خواسته ای که خانم لوپن رو وادار میکنه که به اعضای حزبش بگه بیان در خیابون بایستن چه هست؟ ببینید همونطور که بهتون گفتم، یعنی اینجا مسئله بر سر این است که چه کسی کنترل یا نمایندگی خواستهایی رو که از اعماق جامعه میاد و معیشتی هستند و سیاسی هستند و فرهنگی و ارزشی هستند، ضد مهاجرت لجام گزیخته هستند و تمام اون چیزهایی که زمانی ارزشهای چپ بود، بر سر نمایندگی این خواست اجتماعی و این جنبش درگیری هست بین دو گروه چپ به اصطلاح تندرو یا افراطی یا هر جور اسمش بخواید بذارید و راستون. و این فقط شامل فرانسه نیست، این در تمام اروپا اینجوریه و در آمریکا هم اینجوریه. با طبقه کارگر به اصطلاح مارکسیستی، پرولتاریای پیتسبرگ دیگه به خانم کلینتون رای نمیده، به آقای اوباما رای نمیده، مدت هاست اینجوریست. ممنونم. رامین پرهام نویسنده و همینطور امین بزرگیان نویسنده و جامعه شناس، هر دو از فرانسه همراه ما. جلسه قرار با دو خبر کوتاه ادامه میدیم. یک وکیل دادگستری در ایران خبر بازداشت میمنت حسینی چاوشی، استاد جمعیت شناسی و محقق در دانشگاه ملی استرالیا را تایید کرده. محمود بهزادی میگوید اتهام خانم حسینی چاوشی نفوذ بوده و او هنوز به وکیل دسترسی ندارد. هفته پیش و پس از انتشار گزارش‌های درباره بازداشت تعدادی از فعالان حوزه جمعیت شناسی، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، در توییترش کنایه‌آمیز نوشته بود که اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد. برای شما همان حوزه محیط زیست فعلا کافی است. و کارگران گروه ملی فولاد اهواز در 23 روز پیاپی مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این کارگران خواهان دریافت دستمزدهای معوقه‌شان و بازگرداندن مالکیت این مجتمع به دولتند. و حال حاضر بانک ملی مالک گروه ملی فولاد اهواز است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا همچنین گروهی از کارگران مترو اهواز هم در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهایشان در برابر سازمان قطار شهری سفره خالی پهن کردند. ایران در واکنش به انتشار خبر آزمایش تازه موشکیش میگوید که قطعنامه 2231 سازمان ملل که بر توافق هسته‌ای نظارت دارد، این آزمایش ها را ممنوع نکرده. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا شنبه خبر داده بود که ایران موشک بالستیک میانبرد تازه ای را که میتواند بخشهایی از اروپا را هدف بگیرد آزمایش کرده. آزمایشی که آقای پومپئو میگوید نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. یکی از سخنگویان نیروهای مسلح ایران میگوید که آزمایش موشکی برای تقویت دفاع ایران است و ادامه خواهد یافت. کسری ناجی و جزئیات بیشتر. این موشکی که ایران 14 ماه پیش آزمایش کرد، موشک بالستیک خرمشهر با بردی حدود 2000 کیلومتر که خاورمیانه و بخشهایی از اروپا را میتواند هدف قرار بدهد. حالا آمریکا میگوید ایران یک بار دیگر چنین موشکی را دیروز آزمایش کرده است. که اگر صحت داشته باشد مایه نگرانی دوباره جامعه جهانی خواهد بود و منبعی برای افزایش تنش بر سر ایران. خبر آزمایش تازه را وزیر خارجه آمریکا دیشب منتشر کرد در یک بیانیه. او گفت رژیم ایران موشک بالستیک میانبردی را آزمایش کرده که قابلیت حمل چندین کلاهک هسته‌ای دارد. این موشک بردی دارد که میتواند بخشهایی از اروپا و همه جا در خاورمیانه را هدف بگیرد. این آزمایش نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. از ایران میخواهیم این فعالیت ها را فوراً متوقف کند.
پیام توییتری جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید لحن شدیدتری داشت. او گفت ایران همین الان یک موشک میانبرد بالستیکی را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد آزمایش کرد. این رفتار ایران تحمل نخواهد شد. ایران آزمایش موشکی تازه را تایید نکرده، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که قطعنامه 2231 شورای امنیت آزمایش های موشکی ایران را منع نکرده است. سیاست های موشکی جمهوری اسلامی ایران یک سیاست داخلی است، به جمهوری اسلامی ایران مربوط است و در مورد این سیاست ها ایران از کسی توصیه ای رو نخواهد پذیرفت. ما بر اساس مصالح دفاعی خودمون و از نگاه دفاعی به این مسئله نگاه میکنیم و کاملا هم یک موضوع دفاعی است. این موشکی که آمریکا هفته پیش گفت در نزدیکی فرودگاه ریاض پایین آمده است، موشکی ساخت ایران که از یمن پرتاب شده بود. مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت ایران دیگر پنهان نمی کند که برای حوثی ها در یمن موشک ارسال می کند. توافق هسته‌ای ایران فضایی رو ایجاد کرده که این تصور رو به دست میده که تا آنجا که ایران به توافق هسته‌ای عمل کنه، در واقع به همه استانداردهای رفتاری بین‌المللی عمل کرده، در حالی که همزمان با عمل به توافق هسته‌ای ایران تهدیدهاشو به صلح و امنیت بین‌المللی در همه ابعاد افزایش داده. تروریسم، کمک مالی به تروریسم، حملات سایبری، تجاوزهای دریایی، نقض حقوق بشر و غیره. در این بخش انواع موشک‌های زلزال خلیج فارس. معلوم نیست که چرا ایران در این شرایط آزمایشی انجام داده که می‌داند فشار علیهش را افزایش خواهد داد. درست هنگامی که به گفته بعضی از ناظران تندروها در داخل دولت آمریکا به دنبال پرونده‌سازی برای تغییر رژیم و حتی جنگ با ایران هستند. کسری نجی بی بی سی. عده‌ای از ایرانی‌هایی که در روزهای اخیر به گرجستان سفر کردند میگن به بعضی اجازه ورود داده نشده. تهران و تفلیس در این باره البته هنوز نظری ارائه نکردند. گرجستان به شهروندان ایرانی اجازه میده که 45 روز بدون ویزا در این کشور اقامت کنند و اگر بخوام بیشتر در گرجستان بمونم باید از این کشور خارج بشن و دوباره به خاکش برگردن. جزئیات بیشتر در گزارشی از فیروز اکبریان. گرجستان، کشوری که این روزها مقصد خیلی از ایرانی هاست. این سفر انگیزه های مختلفی دارد. عده‌ای به عشق آزادی هایی می روند که جایش در ایران خالی است، شماری به انگیزه تحصیل می روند و عده زیادی هم انگیزهشان راه انداختن کسب و کار است. ظاهراً کشوری که کافه هایش هم به حضور ایرانی ها عادت دارد، این روزها چندان روی خوشی به ایرانی ها نشان نمی دهد. هرچند که روی کاغذ ایرانی ها برای سفر به گرجستان به ویزا نیاز ندارند و می توانند بدون ویزا تا 45 روز آنجا باشند. افرادی که تعداد مهر زیادی روی پاسپورتشون خورده بود، یعنی ورود خروج، اینا رو یه حالا همه ما افسرا هم نه، ولی بعضیاشون که سنشون بالاتر بود، یه دفعه گیر میداد میگفت آقا برو اون طرف شما. بعد تو زبون من نمیفهمی، بعد بری اونجا وایس. و بعد دوباره گفت برای چی اومدین اینجا؟ گفتم من از اینجا شرکت ثبت کردم ماه پیش. بعد با اون همکارش گفت، ایشون میگه شرکت ثبت کردن، بعد گفتن خب تو برو. یعنی هیچ پروتکلی، هیچ برگه‌ای، هیچی نبود که مثلا ما اطلاعات بنویسیم بخوان چیزی بررسی کنن از نظر اینکه به من ویزا بدن، حتی هیچ شماره پاسپورتی حتی توی سیستمی بزنن، هیچی نبود. قرارداد لغو روادید بین دو کشور بالا و پایین زیاد داشته. 7 سال پیش ویزای سفر به گرجستان برداشته شد. 5 سال پیش گرجستان این قرارداد را یک طرفه لغو کرد. تفلیس دلیل را مسائل اداری دانست، در حالی که خیلی ها فشار تحریم ها را علت واقعی دانستند. در 2 سال اخیر اما با فراهم شدن دوباره امکان سفر بدون ویزا، ایرانی های زیادی با خیال راحت دل به سفر گرجستان می دادند. آماری که کمیسیون دولتی مسائل مهاجرتی در گرجستان منتشر کرده نشان می دهد که بین سالهای 2015 تا 2016 میلادی 1766 ایرانی به گرجستان مهاجرت کرده اند. از این تعداد 112 نفر شهروندی گرجستان را کسب کرده و 1551 نفر هم اقامت آن کشور را. همین آمار همچنین نشان می‌دهد که بین سال‌های 2012 تا 2016، یعنی در یک دوره 4 ساله،
ایرانی‌ها در صدر شهروندان خارجی هستند که در گرجستان یا کسب و کار تازه راه انداختند یا مدیریت و مالکیت کارها را به عهده دارند، با رقمی بالاتر از 7000 نفر. چندی پیش سفیر ایران در گرجستان درباره دشواری‌های گرفتن اقامت این کشور هشدار داد. باید بدونن که اقامتی که بر اساس خرید مسکن و زمین انجام میشه، این در حقیقت یک سال اعتبار داره و این اقامت تضمینی برای تمدیدش وجود نداره. فعلا ظاهرا راه سفر ایرانی ها به گرجستان دوباره پرسنگلاخ شده. خبری رسمی البته درباره اجازه ورود ندادن به ایرانی ها در گرجستان منتشر نشده. شاید روزها و یا هفته های آینده فضای روشنتری از آنچه در حال اتفاق افتادن است برای ایرانی های سردرگم به تصویر کشیده شود. فعلا اما به نظر می رسد سازها به دل ایرانی ها کوک نیست. فیروزه اکبریان، بی بی سی. وحید مهدوی خبرنگار از ایرانیان ساکن تفلیس از پایتخت گرجستان همراه ماست. آقای مهدوی، در گزارش فیروزه شنیدیم که خب اولین بار نیست که مشکلاتی برای ایرانی ها پیش میاد، چند سالی هست که وضعیت کمی دچار تغییر و تحول شده. کمی بیشتر برام توضیح بدید که مشاهدات شما چه بوده، این سختی هایی که ازش صحبت میشه چقدر رایجه؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیزتون. خدمتون عرض کنم این سختی ها از سال 2016 به شدت خودش در واقع افزود. یعنی دولت گرجستان بعد از اینکه سیل زیادی از جمعیت ایرانیان رو دید که وارد گرجستان میشن و مشغول فعالیت‌های تجاری، خرید ملک و خدمتتون عرض کنم سرمایه‌گذاری‌های کوچیک و بزرگ هستن، برعکس اینکه این رویه رو آسان‌تر بکنه و در واقع مشوق‌هایی رو برای ایرانیان قرار بده، تلاش کرد که این مسئله برای ایرانیان سخت‌تر و سخت‌تر بشه، تا روزهای اخیری که خبرهای ناخوشایندی هم به گوش ایرانی ها رسید هم برای دوستانی که وارد تفلیس می شدن اتفاق افتاد. خب حدس چه هست؟ چرا این دوره جدید مشکلی که دولت گرجستان ازش صحبت کرد یا دلیلی که باعث شده این افراد نتونن بیان بیشتر میشه حدس زد تو چه حوزه هاییه؟ ببینید دولت گرجستان مشخصا این موضوع رو حاشا میکنه و کلن مسئله ورود ایرانیان و دیپورت کردن ایرانیان به اتفاقاتی که این روزها افتاده رو نادیده گرفته و گفته اصلا همچین اتفاقی نیفتاده و مقامات گرجستان این مسئله رو اشاره کردن بر اساس این و درخواست‌های سفارت ایران به مقامات گرجستان گفتن همچین اتفاقی نبوده و تلاش کردن و گفتن که ما میریم پیگیری میکنیم که اگر همچین اتفاقی بوده این مسئله رو رفع بکنیم. اما وقتی شما به واقعیت نگاه میکنید و اتفاقهایی که افتاده مسئله کاملا متفاوت خواهد بود و میبینید که همه این آدم ها ریجکت شدن، در پشت مرزهای گرجستان نگه داشته شدن و اونها رو برگردوندن به ایران و این یک دیپورت مشخصه. اون وقت سفارت ایران در گرجستان خدماتی ارائه میده به ایرانی هایی که اونجا هستن یا میشه، یعنی برای ایرانی هایی که این اتفاق میفته چه راههایی وجود داره؟ شاید کسی ملک هنوز در گرجستان داشته باشه. ببینید مسئله رو بذارید براتون کاملا روشن کنم. اتفاقی که افتاده قبلا کسایی که اقامت گرجستان رو نداشتن در ماهای اخیر برای ورود مجددشون به گرجستان، در واقع اون اتفاقی که کراس بوردر بهش میگن، برای تمدید ویزاشون وقتی از مرزهای زمینی گرجستان خارج میشدن و کارت اقامت نداشتن، دوباره برای ورودشون به گرجستان گهگداری دچار مشکل میشدن. بعد از این اتفاقها در ماه‌های اخیر، یعنی دو سه ماه گذشته، شنیده شد افرادی که کارت اقامت هم داشتن این اتفاق براشون افتاده. کسایی که ملک خریدن، سرمایه گذاری کردن و اینجا دارای کسب و کار و بیزینس هستن، توسط سفارت ایران فکر می‌کنم بیشتر از جاهای دیگه دنیا حمایت شدن و پیگیری‌های زیادی براشون انجام شد. ولی نهایتاً میشه علامت سوال رو کاملاً برگردون به سمت دولت گرجستان. این مسئله کاملا ناروشن و بدون دلیل داره اتفاق میفته و ایرانیایی که دارن اینجا فعالیت تجاری انجام میدن کاملا مظلوم واقع شدن. یعنی به امید راه اندازی کسب و کاری اومدن، به امید راه اندازی و زندگی دوباره اینجا اومدن، سرمایه گذاری کردن و سرمایه های کلانی رو وارد این کشور کردن، اما دولت گرجستان
مثل در واقع گذشته دوباره خودش رو نشون داد و اومد این برخورد رو با ایرانی ها کرده و نهایتاً هیچ پاسخی هم نمیدن. علاوه بر اینکه پاسخی نمیدن و کار رو داخل یه سیکل ها و لوپ هایی قرار میدن که ایرانی ها سردرگم میشن. اونها رو میفرستن به ایران که باید از سفارت ما در ایران ویزا تهیه کنید و برگردید به گرجستان تا بتونید داخل بشید. وقتی به سفارت گرجستان در ایران مراجعه میکنن ایرانی ها، نهایتاً اونجا میگن شما ویزاتون فری هست، نمیتونیم برای شما ویزای صادر کنیم چون شما نیازی به برای ورود به ویزا ندارید. بله. این مسئله یک سیکل، یک لوپه و داره بازی میشه با شهروندهای ایرانی. ممنونم وحید مهدوی خبرنگار و از ایرانیان ساکن تفلیس همراه ما. اگه دیشب هم بیننده برنامه های ما بودید، میدونید که امسال هم مثل سالهای پیش بی بی سی یک هفته رو به زنان اختصاص داده. پروژه به نام صد زن که فرصتیه تا درباره مشکلات زنان در جامعه بیشتر صحبت کنیم. قسمت دوم 60 دقیقه ویژه این برنامه است. دعوت میکنم که با جمال الدین موسوی همراه شید برای دوم قسمت صد زن امسال. خیلی ممنونم نگین. خوش اومدید به برنامه دوم از سلسله برنامه‌های صد زن. در این برنامه پرسش‌های درباره مسائل زنان مطرح می‌کنیم و اینکه چرا زنان در مقایسه با مردان فرصت‌های کمتری دارند و مشکلاتی بیشتر. چطور می‌توان وضعیت زندگی زنان را بهتر کرد؟ ما بر روی موضوعاتی انگشت می‌گذاریم که از جهاتی کمتر درباره آنها گفته شده. در برنامه امشب دو مهمان داریم. نادره شاملو، مشاور ارشد سابق اقتصادی در بانک جهانی که از استودیوی ما در واشنگتن با ما هستند، و همینطور سارا شیرزاد، کارشناس آموزشی باز هم از واشنگتن همراه ما. میهمانان ما درباره فرصت‌هایی میگن که شبکه‌های اجتماعی در فضای کسب و کار در اختیار زنان گذاشته، خصوصا زنان هنرمند و کارآفرین. گاهی شما با موفقیت فقط چند کلیک فاصله دارید. شبکه‌های اجتماعی فرصت‌های زیادی برای هنرمندان و کارآفرین‌ها به وجود آورده، مخصوصاً برای زنان. از کسب و کارهای کوچک مثل فروش کارهای هنری که در خانه تولید می‌کنند تا تجارت‌های میلیونی که در فضای شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. بر اساس آمارهای بین‌المللی 224 میلیون زن در جهان تجارت خودشون رو دارن یا در حال راه‌اندازی اون هستند. درک بهتر شرایط کسب و کار و شبکه‌های اجتماعی به زنان در ایران و دیگر کشورها کمک کرده تا کار خودشون رو گسترش بدن. نعیمه نامجو پای گفتگوی چند زن نشسته که با کمک شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر برای خودشون تجارتی راه انداختند. در بروکسل کار حقوقی می‌کردم. بهم گفتن در این محیط‌های سنتی سال‌ها باید منتظر بمونی تا پیشرفت کنی. بعد از اون بود که تصمیم گرفتم کارهای متفاوتی انجام بدم و به واشنگتن مهاجرت کردم. با خواهرم شروع کردیم پست کردن عکسامون از سفرهای خارجی روی شبکه‌های اجتماعی. بعد رفتیم سراغ توییتر و واکنشا خیلی زیاد بود. بعد از اون هم یه وبلاگ درست کردیم. اون موقع تازه اول کار بلاگرها و اینفلوئنسرها بود. بعد از 3 ماه بازدیدها به 100,000 در ماه رسید. بعد از اون مارکا سراغمون اومدن و کار با اونها شروع شد. اولش برای یه توییت $99 می گرفتیم. حالا رسیده به $20,000 برای یه پست. بعد از اون هم یک آژانس تأسیس کردیم که با اینفلوئنسرها کار میکنه. فکر میکنم فضا برای زنان برای شروع کار تازه بهتر از همیشه است. یکی از عوامل اصلی شبکه‌های اجتماعی هن. وقتی در شبکه‌های اجتماعی کسانی دنبالتون میکنن، قدرت بیان و تاثیرگذاری پیدا میکنید، موضوعی که برای زنان بسیار مهمه. سال 2014 شروع کردم اولین کارم رو روی چمدون کار کردن. اون کار رو گذاشتم اول توی پیج کاریم و خیلی استقبال شد. بعد یواش یواش شروع کردم روی چند تا کفش این کار رو انجام دادم. خیلی همچنان مردم میپرسیدن و پیام‌های خصوصی میدادن. یه پیامی دریافت کردم که یه کفش گرون قیمتی رو که دادن به من که من روش کار کنم و من این کار رو انجام دادم، به طرح‌های مینیاتوری روش انداختم و من این عکس رو گذاشتم توی پیج کاریم
و این عکس جوری پخش شد به صورت ناباورانه که خیلی از مردم فکر میکردن که اون در واقع کارخونه اون کفش سازی در واقع اون طرح ایرانی رو زده. شغل اصلی من در واقع این بود. سفارش های خیلی زیادی داشتم جوری که واقعا بعض موقع وقت نمی کردم که اینا رو به موقع انجام بدم. با رنوایی کردن لیسته ها یه جورایی اون یه بستری بود برای پیاده کردن نقاشی ها روی اون اثر. برخلاف این چیزی که فکرشو میکردم خیلی 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 استقبال خوبی شد و قبلا مثلا فقط خانواده و دوست و آشنا منو میشناختن، اما از وقتی که من کارام با تو اینستاگرام یه چیز عمومی‌تر شد و من از مردم انرژی میگیرم. به خاطر اینکه من گالری شخصی نمیتونستم داشته باشم، یکی به خاطر اینکه هم چرخوندن یه گالری شخصی یکم کار سختیه و هم هزینش برام سخت بود، به این دلیل من از اینستاگرام استفاده کردم. کلن جامعه بیزینسی برای آقایون بیشتر از خانم مهیا بوده و این اینستاگرام یه جورایی کمک حال خانم ها شده و یه جورایی راه رو راحت تر کرده برای ارائه کاراشون. سن نوجوانیم یا جوانیم هرچی که میخواستیم بریم شیرینی میپختم میبردم به عنوان مثلا هدیه ای چیزی و همه هم ازش تعریف میکردن. حدود 5-6 سال پیش کم کم با این شبکه‌های مجازی من آشنا شدم. بعد خانواده‌ام، همسرم، بچه‌ام به این پیشنهاد دادن که خب شما هم از کارهایی که درست می‌کنی می‌تونی عکسی بگیری، شما هم عکستو بذاری توی پیج خودت. اولین کاری که گرفتم این بودش که یه خانومی زنگ زدهش برای نامزدشون کیک میخواستن، کیک تولد. و که اومدن بگیرن همه خانواده و بچه ها و همسرم اینا همه منتظر بودن ببینن چی میشه. وقتی که به من اسکناس ها را دادن من واقعا همینجوری مونده بودم که یعنی میشه که آدم از اینستاگرام هم بتونه پولی در بیاره. ما قشنگ 2 سال تونستیم که با همین کاری که از روی اینستاگرام شروع شده بود هزینه‌های زندگیمون رو تأمین کنیم. واقعا به خانم‌ها، مخصوصا خانم‌ها، هر هنری که دارن، حتی کوچکترین چیزی که بلدن استفاده کنن، برای خودشون پیج رو اندازی کنن، کسب درآمد داشته باشن، رو پای خودشون وایسن، اعتماد به نفسشون مطمئن باشن که خیلی خیلی بالا میره. نادره شاملو، مشاور ارشد سابق اقتصادی در بانک جهانی از واشنگتن با ما، همونطور که اشاره شد، و همینطور از همین شهر دوباره سارا شیرزاد، کارشناس آموزشی. خانم شیرزاد، سوال اول رو از شما میپرسم، چطور شد که اصلا شبکه‌های اجتماعی به این شکل زمینه رو برای خانم‌ها فراهم‌تر کرد؟ ببینید، همونطور که در ویدیوهایی که خیلی به خوبی خود خانم‌ها داشتن توضیح میدادن چطور از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن، این رسانه‌های اجتماعی برای اولین بار فرصت‌های شغلی و منابعی که لازم دارن زنان برای حضور در عرصه کارآفرینی رو به صورت برابرتری یا به صورت قابل مقایسه نسبت به مردان در دسترس زنان قرار دادن. به طور مثال شما فکر کنید یه خانومی که داره مثلا در روستاهای اطراف کاشان فرش بافی میکنه، الان میتونه به صورت مستقیم با مخاطبین خودش، با کسانی که با مشتریای بالقوه خودش از طریق یک پیج اینستاگرام یا از طریق تلگرام رابطه همزمان و دوسویه برقرار بکنه و میتونه در واقع مشتریانی داشته باشه که یک آقایی که در یک حجره فرش فروشی در بازار تهران سالیان سال داره فعالیت میکنه. همونطور که میدونین سالیان سال تئوری‌های مدیریت و کارآفرینی داشتن یک تاکید زیاد و زمانبری روی مارکتینگ و بازاریابی انجام میدادن. میگفتن وقتی که شما یک کالا رو میسازین باید
وقت زیادی صرف بکنید که مخاطب رو بشناسید، مشتری رو بشناسید و بعد یک ویترین خیلی دقیق و زیبا و در واقع قابل لمس و خواستنی برای این کالاتون ایجاد بکنید که مشتری بیاد و بخره. و الان به صورت خیلی مستقیم این ویترین در اختیار زنها قرار داده شده برای کالاهاشون. خانم شاملو، شما سابقه کار در یکی از بروکرات ترین بزرگترین سازمان های جهانی رو دارید، بانک جهانی. خیلی وقتا گفته میشه که بروکراسی دست زنان رو میبنده، دیوان سالاری. آیا شبکه‌های اجتماعی در این زمینه میتونه بهتر باشه، کمک حال زنان باشه؟ اول از همه سلام به بینندگان شما و از اینکه از من دعوت کردین خیلی تشکر میکنم. بله، خب این سیستمایی که وجود داره همیشه خیلی سیستمایی هستن که قدیمی پسند هستن، یعنی منظورم که چیزای جدید و نوآوری خیلی توشون سخت، یعنی این سیستمای بوروکراسی توشون سخت پیاده میشه. به این دلیل وقتی یک پلتفرم یا یک موقعیت جدیدی به وجود میاد، این موقعیت جدید تقریبا برای همه یکسان خواهد بود. به همین دلیل این شبکه‌های اجتماعی و مثل اینستاگرام و چیزهای دیگه، اینا این پلتفرم رو تقریبا یکسان کردن برای خانم‌ها و آقایون. به همین دلیل وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این قوانینی که دست و پاگیر هستن و یا اینکه یه صد راهی ایجاد می‌کنن برای خانم‌ها، چون از قدیم و ندیم برای خانم‌ها خیلی سخت‌تر بوده که به بازار دسترسی داشته باشن و همینطور که شما می‌دونید خیلی از چیزایی که خانم‌ها درست می‌کردن و همیشه از طریق آقایون به بازار ارائه می‌شده و این شبکه‌های اجتماعی امکانی نمیدن که دیگه مستقیم بتونن خانم‌ها این کاراشون رو به بازار ارائه بدن و از اون بوروکراسی رو به قول معروف دور بزنن، بوروکراسی داخل یک کشوری رو. خانم شیرزادی یکی از کسانی که صحبت کرده بودن با ما میگفتن که شاید ایجاد یک گالری براشون خیلی سخت بوده. آیا کسانی که در سطح شخصی در شبکه‌های اجتماعی موفق هستند میتونند در سطح بزرگتر هم موفق باشن، مثلا از یک فرد تبدیل بشن به یک کارآفرینی که بیزنس و تجارت خودشون رو در سطح بزرگتر گسترش بدن؟ بله، جواب شما بله. علت اینه که میتونن اینه که تعداد زیادی از مخاطبین روی شبکه‌های اجتماعی وجود دارن و حتی شما فکر کنین امروز با اینکه تلگرام فیلتر میگن شد و یا ممنوع شد مثلا در کشور ما ایران، همچنان در واقع به قول بعضی از گزارش‌ها بیشتر از 40 میلیون یوزر یا در واقع کسایی که دارن از این سایت، از این رسانه اجتماعی استفاده میکنن حضور دارن. دسترسی که به این صورت رسانه اجتماعی به زنان میده، امکان وصل شدن به مشتریان جدید، به گروه های جدید و در واقع فراهم میکنه. با این توضیح که برای این باید آموزش های لازمی رو ببینن، مثلا شما برای اینکه بتونید کالای خودتون و خدمات خودتون رو معرفی کنید به یک گروه مشتری بزرگتر، باید حتما بتونید از مهارت های تحلیل در واقع تحلیل بازدید کننده های صفحه های اجتماعیتون کاملا برخوردار باشید. صحیح گفتید آموزش، بخشی از آموزش لابد برمیگرده به آموزش های حقوقی. خانم شاملو، وقتی نگاه میکنیم به آمارها به نظر میاد که ایران یا زنان ایرانی در سطوح خیلی بالایی نیستن در مجموع، به این معنا که ایران جایگاه خیلی پایینی پیدا میکنه در فراهم آوردن زمینه های قانونی و حقوقی برای کار زنان. کار بزرگتر نیاز به حمایت‌های حقوقی و قانونی داره. چرا ایران جایگاهش پایینه علی‌رغم اینکه زنان تحصیل کرده، زنان کارآفرین ممکنه که درش پتانسیل خیلی بیشتری داشته باشن؟ بله، این گزارش‌هایی که تهیه شده از لحاظ صد راه‌های قانونی و همین اینا نشون میدن که ایران واقعا از لحاظ مثلا چیزایی که صدرای خانوما میشه یکی از بالاترین
تعداد صد راه رو داره. حالا وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که تمام محیط کارو اشتغال ایران در هر صورت برای آقایون و برای خانوم ها خیلی سخته، ولی علاوه بر اون خانوم ها تعویض های بسیاری رو همین میبینن. مثلا این چند تا گزارش جدیدی که از طرف بانک جهانی و بقیه نهادها چاپ شده نشون میده که مثلا ایران از لحاظ رده بندی از پایین سومین بدترین چیز محیط کسب و کار رو برای زنان، یعنی مثلا در حدود 23 عنوان مخصوص و مخصوصی هستش که خانم ها علاوه بر اون تبعیضایی که در آقایون میبینن، خانم ها علاوه بر اون هم این تبعیضا رو میبینن. به خاطر این دلیلش اینه که این قوانین تو همه کشورها وجود داشته و در این 20 سال یا 40 سال اخیر خیلی از این کشورها این سد راه ها رو از جلوی خانم ها برداشتن، ولی در ایران هنوز این قوانین تغییر نکردن و من میدونم که الان کارهایی داره انجام میشه و من مرتب میبینم که نشستهایی تشکیل میشه که چطوری این صدراها رو از جلو خانوم ها بردارن. گفتگوی ما ادامه پیدا میکنه. فعلا استقلال زنان میتونه با تلاش اونها یا به تلاش اونها برای داشتن حقوق و جایگاه برابر با مردان کمک بکنه. رویا محبوب، کارآفرین افغان، سازوکار رو طراحی کرده که زنان افغان بتونن به وسیله بیت کوین به تجارت آنلاین رو بیارن و به این استقلال اقتصادی برسن. گزارش شیدا هوشمندی داستان رویا و دیگر زنانی است که در بازار مردانه کار افغانستان راهی نو برای فعالیت اقتصادی پیدا کردند. همه چیز با تصورات آغاز میشه. من از همون دوران کودکی تصورات خیلی بزرگی راجع به خودم داشتم و فکر می‌کردم که باید متفاوت تر زندگی کنم. از دوره پنتون که فارغ شدم تصمیم گرفتم که کار تجارتم آغاز کنم و اینقدر این دنیا شیرین بود یا اینقدر این دنیا پر از ماجرا بود که ترجیح دادم که باقی بمونم. این روایت رویا محبوب، کارآفرین افغان، از تبدیل یک رویا به واقعیته. او که امروز در نیویورک زندگی می‌کند، شناخته شده ترین زن کارآفرین افغان در حوزه تکنولوژی است. خانم محبوب بنیانگذار استارتاپی است با نام صندوق دیجیتال شهروندان، مؤسسه خیریه که به زنان کشورهای در حال توسعه برای ورود به بازار جهانی کمک می‌کند. بیشتر کار ما در سطح مکاتب یا مدرسه هاست که از سنین 12 تا 18 سال هست. دختر آموزش میبینن که چه قسم کد کامپیوتر کار بکنن. برنامه مختلفی برای بخش کامپیوتر داریم، از آشنایی با کامپیوتر تا آموزش های گیم و برنامه‌نویسی تا وبسایت بسازن و در این حال هم یاد بگیرن چطور شبکه‌های اجتماعی رو استفاده بکنن برای اینکه برند بسازن یا مثلا یک کار تجارتی رو آغاز بکنن و برندسازی رو یاد بگیرن. در کنار اون هم ما یک بخش دیگه داریم به نام اینترپرنورشیپ که کمک می‌کنیم اقتصاد خانواده رو تدریس می‌کنیم، که کمک می‌کنیم دخترها بتونن تجارت خودشون رو از سن 16 سال شروع بکنن. این کارآفرین افغان پلتفرمی به نام حواله بازار را راه انداخته که زنان افغان می‌توانند روی آن با ارز دیجیتال مانند بیت کوین تجارت کنند. استفاده از بیت کوین به زنان این امکان را می‌دهد که یگان مدیر سرمایه خود باشند. از طریق این پلتفرم اون آموزش لازم اول می‌بینه. بعد از این آموزش رو دید، بعد کارش شروع می‌کنه. یعنی باید اون پروداکت رو داشته باشه. پروداکت رو بتونه معرفی بکنه و برای ساختن اون پروداکت هم میتونه دسترسی داشته باشه به نتورک و کسانی که در این پلتفرم هستن. بفهمه که از کجا باید موادش رو تهیه کنه و چطوری باید کارش رو آغاز بکنه. وقتی این کارش هم آغاز کرد، خب بالاخره یک نیاز داره که مثلا یک پول ابتدایی رو داشته باشه تا بتونه همون مواد اولیه رو تهیه کنه یا به اصطلاح فروش اولیه‌اش رو داشته باشه. که باز اون هم میتونه از طریق گرفتن قرضه یا وام کوچک بتونه کار خودش رو آغاز بکنه. ایده حواله بازار از آن جایی متولد شد که رویا می‌دانست بسیاری از زنان کارآفرین حساب بانکی ندارند. روی حواله بازار می‌توان محصول یا خدمات را در ازای بیت کوین فروخت و بعد معادل آن را در صرافی نقد کرد. برای رویا و همکارانش راه اندازی این پلتفرم آسان نبوده، چرا که اقتصاد افغانستان پذیرای زنان نیست. آخرین آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان 19.5% است
که اگر در کنار نرخ مشارکت اقتصادی بیش از 85% مردان گذاشته شود، تصویری دقیق تر از بازار کار مردانه این کشور به دست می دهد. افغانستان در رتبه بندی شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل رتبه 153 را در میان 189 کشور دارد. نابرابری جنسیتی در افغانستان تا حدی ریشه فرهنگی دارد. همزمان مسائل امنیتی هم دستاویزی برای ماندن زنان پشت این درهاست. مشارکت برابر زنان و مردان در اقتصاد میتواند به کل اقتصاد کمک کند. یک تحقیق در کشورهای مسلمان نشان می‌دهد که افزایش مشارکت اقتصادی زنان بیش از 1.5 تریلیون دلار به اقتصاد اندونزی کمک کرده. در عربستان و ترکیه بیش از 1 تریلیون دلار و در ایران 500 میلیارد دلار. این اقتصادها هنوز اما با برابری کامل زن و مرد در بازار کار فاصله دارند. از سال 2000 به این سو 50 میلیون زن در کشورهای مسلمان وارد بازار کار شدند. هر روز هم به سهم زنان از سفره اقتصاد اضافه می شود. روزی که برابری اقتصادی زن و مرد محقق شود، تاریخ تلاش کارآفرینان زن مانند رویا را به همه یادآوری خواهد کرد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. نادره شاملو و همینطور سارا شیرزاد همچنان با ما هستند. خانم شیرزاد، بخشی از کار شما آموزش هم هست. چه مهارت هایی باید زنان داشته باشند که بتونن در شبکه‌های اجتماعی موفق تر عمل کنند؟ ببینید، مهارت‌های تخصصی شبکه‌های اجتماعی، خب مهارت‌های مربوط به تحلیل مخاطبین یا کسایی که روی پیج شما رو فالو میکنن هستش. اینی که چه ساعت‌هایی از روز شما وقتی پست میگذارید افراد بیشتر توجه میکنن، اینکه چه نوع پست‌هایی مورد در واقع توجه بیشتری قرار میگیره از لحاظ شکل، از لحاظ تصویر، از لحاظ محتوا، از لحاظ گرافیک. اما من اینجا دلم میخواست که یه مقدار راجع به بقیه مهارت‌ها هم صحبت کنم، چون فرقی نداره که زنان چه از پلتفرم‌های مجازی آنلاین استفاده میکنن و یا چه به صورت حضوری میخوان به صورت در واقع در فضای بیرون از آنلاین میخوان کار بکنن، سه تا در واقع مهارت کلیدی لازمه. مهارت اول مدیریت ریسکه. در واقع مهارتی هستش که به صورت کلاسیک یا تاریخی زنان همیشه بر اساس باورهای غلط گفته میشه که امکان تصمیم گیری ندارن و در تصمیم گیری ریسک های لازم رو نمیپذیرن. اتفاقا تحقیقاتی که اخیراً شده نشون میده که زنان ریسک‌های بسیار در واقع حساب شده تری در کار میگیرن در جایگاه کارآفرینی و چه بسا میتونن کارآفرین‌های موفق تری باشن به دلیل اینکه جنبه‌های مختلف ریسک رو بررسی میکنن. یک مهارت دیگه که دلم میخواست اینجا بهش اشاره بکنم، مهارت در واقع انتقاد هستش، مدیریت انتقاد. زنان مدام به خصوص روی رسانه‌های اجتماعی به صورت آنلاین با ادبیاتی مواجه میشن که ممکنه مورد خشم قرار بگیرن، مورد حتی ادبیات تحقیرآمیزی قرار بگیرن، برای اینکه حضور زن همینطور که در این گزارش شما بهش اشاره کردین در بازار کار برای خیلی از کشورها هنوز مسئله قابل هضمی نیست و هنوز همونطور که خانم شاملو اشاره کردن قوانین این امکانو نمیده. بنابراین تمرکز بر انگیزه شخصی که چرا من الان دارم این کالا یا خدماتو ارائه میدم و دل سرد نشدن و شخصی نگرفتن موضوعاتی که یا در واقع ادبیات منفی میتونه نقش بسیار کلیدی در حوزه موفقیت زنان داشته باشه. خانم شاملو، خانومی میاد محصولات خودش رو میگذاره بر روی شبکه اجتماعی میفروشه، موفقیت زیادی هم کسب میکنه، ولی در سازمان‌های بزرگ تا چه اندازه شبکه‌های اجتماعی تونسته به خانم‌ها کمک بکنه؟ مثلا بانک جهانی، مثلا صندوق بین‌المللی پول. منظور شما از این که در داخل خود این سازمان ها، یا این که این سازمان ها همیشه مورد انتقاد بودن که گویا تناسب جنسیتی در اونها رعایت نمیشه. آیا شبکه های اجتماعی از این منظر تونستن زمینه بهتری رو برای زن ها فراهم بکنن که اونها مدارج ترقی رو در این سازمان ها بپیمایند؟ بله. خب تا حد خیلی زیادی این چیز اجتماعی یک پروبلمی هست واسه هم آقایون و هم خانوم ها، چون در هر صورت اینا باید به یک طریقه جدیدی کار بکنن.
در خود بانک جهانی من میدونم و خودم شاهد بودم که مثلا در موقعی که این بلاگ و این جور چیزا رسم شده بود، خیلی به ما خانم ها زور میکردن یا اینکه خیلی تشویق میکردن که ما بگیریم بلاگ بنویسیم تا از کارهایی که خودمون داریم انجام میدیم بیشتر همه بیشتر از این با اطلاع به اطلاع دیگران برسونیم. به این دلیل پس این چیزا شبکه‌های اجتماعی تا حد خیلی زیادی تونست اجازه میداد که خانم‌ها که شاید مثلا نمیتونستن به بعضی از این شبکه‌های خیلی مردسالار همین وارد بشن، بتونن از این طریق کاراشون رو بهتر نشون بدن، مثل لینکدین یا این که مثلا همین بلاگ که بنویسیم یا این که اینجور چیزا. اینا خیلی کمک میکرد که نشون بدادن چه جور کارهایی رو میکنه و در چه سطحی این کارها رو انجام بده، چه کنفرانس ها یادم میره، چه جور مثلا گزارش های مینویسه و اینا. سپاسگزارم از نادره شاملو، مشاور ارشد سابق بانک جهانی از واشنگتن با ما، و باز هم از همین شهر سارا شیرزاد، کارشناس آموزشی. در این چند شب به معرفی زنان موفق هم پرداختیم یا میپردازیم. هر کدوم از این زنان در دو دقیقه خودشون رو معرفی میکنن. امشب هم با سمیرا احمدی آشنا میشیم. پدرم مهندس راه ساختمان هست، شد دوران بچگی همیشه باهاش میرفتم سر ساختمان و اینطوری بود که خیلی واقعا علاقه زیادی پیدا کردم به کار ساخت و ساز و تصمیم گرفتم که برم رشته معماری. ما توی دفترمون حدود 80 نفر مهندس داشتیم و فقط 2 نفرمون زن بودیم و وقتی که من بتونستم به لول منیجر برسم، تنها کسی بودم که توی بورد میشستم، توی جلسه ها بین 12 نفر تنها زنی بودم که هستم. مدت ها حتی نسل گذشته ما، حتی نسل الان ما فکر میکردن که کار ساخت و ساز یا حالا کلن مهندسی کاریه که بیشتر مردها میرن دنبالش. برای من احساس میکنم که اولین کاری که بعد انجام بشه اینه که به دخترها نشون داد که شما هیچ چیزی کمتر از مردها ندارین و این رشته ها شما هم میتونین توش موفق باشین. دلیل دومش هم فکر میکنم یه ذره مشکل از خود ما زن هاست. درخواست نمی کنیم از آدمایی که حالا بالاتر از ما هستن که ما رو کمک بکنن که برسیم به لول های بالاتر. آقایون خیلی مشتاقانه تر می رفتن برای پوزیشن های برای لول، اینکه یه گروهی رو منیج بکنن تا خانوما. اگه شما صحبت نکنین و درخواستاتون رو نگین، خیلی از آدم ها که بیشترم آقایون هستن که لبرشون از شما بالاتره، نمیدونن که شما چه چیزی میخواین. از کودکی یادگیری پیانو رو شروع کرد. عشق نرگس جاجرمی به موسیقی او رو در کنار کارهای دیگرش به نواختن در خیابان هم علاقمند کرد. داستانش رو از زبان خودش بشنوید. فرن تقی‌زاده با او صحبت کرد. 1 2 3 4 سلام، من نرگس جاجرمی هستم، 16 سالمه. موسیقی کار کردم و حدودا 2 سال بعدش که میشه 7 سالگی پیانو رو به عنوان ساز تخصصیم انتخاب کردم. بعد از تمام شدن دوره دبستانم امتحان ورودی هنرستان موسیقی دختران تهران رو دادم، قبول شدم و بعد هم امتحان ساز پیانو که یکی از پرمتقاضی ترین امتحانا و سازهاست رو دادم و تونستم اونجا هم به عنوان هنرجوی پیانو درس بخونم. و چون همیشه فلوت رو هم دوست داشتم، به عنوان ساز دومم انتخاب کردم و در کنار پیانو با هم کار میکنم و پیش میبرمش. آکاردئون سازی بود که من همیشه دوست داشتم نوازندگیشو تجربه کنم. شروع کردم یاد گرفتم بدون استاد و چون بیس موسیقی داشتم خیلی راحت تر جلو رفتم. و 2 هفته قبل از اینکه برای همیشه مهاجرت بکنیم، یه ساز کوچیکی رو تهیه کردم و اون دوران بعد مهاجرت که خیلی خیلی همه شوکن و من با آکاردئون سرم گرم بود.
تجربه اجرای خیابونی رو توی ایران هم داشتم، از مام بابام خواستم که برم توی خیابون اینجا هم ساز بزنم و از همون روز اول همیشه ساپورتم کردن و الان هم که میرم بعضی موقع اجرا میکنم توی خیابون همیشه همراه هم هستن. تجربه موسیقی خیابونی اینجا برام خیلی خوب بود، باعث شد که با آدم‌های آشنا بشم و ارتباطاتی پیدا کنم که منجر بشه دوباره فعالیت هنریمو اینجا شروع بکنم، مثل تدریس موسیقی به بچه‌ها یا آشنا شدن با استادایی که تونستم از طریقشون. یک دوره ورکشاپ سیکروت هست که بهترین موزیسین‌های جهان هر سال دور هم جمع میشن و کلاسایی برگزار میکنن و با هم نوازی میکنن.